لڅبان دي 500 ورځو رئیس له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. یو شمېر زده کوونکي وایي په دې شاوخوا 500 ورځو کې پر بېلابېلو او په ځانګړې توګه پر رواني ناروغۍ اخته شوي او لا هم په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي. بسیار یعنی یک وضعیت خراب به سر داره. حتی شبا که خواه میشن صبح که بیدار میشن یک عشق داره چشمایش میباشه میگه من شب خواه دیدم که مکاتب باز شده. زیادتر متاثر کننده است که این رویدادها را ما میبینیم و همه خانم ها دختر خانم ها از تحصیلات محروم شدن. ملکه چه نابینا دی نری تراغلی او دی ولسم ټولګی زده کوونکې د وای ښوونځي ته یې تګ یوازینۍ هیله وه، خو له میاشتو میاشتو راهیسې ښوونځي ته له تګه محرومه ده. پارسال مکتب بسته شد ولی خیلی ناامید شدم، خیلی افسرده شدم، افسردگی برم پیش آمد. با بسیار مشکلات مواجه شدیم. ما میخواهیم که دروازه مکتب برای ما واز شود، اقل خو برای ما نابینایان واز شود. په کابل کې د نابینایانو د دفتر مسؤول وایي اسلامي امارت باید د نجونو پاتې ښوونځي هم پرانیزي. امرای ولایت 30,000 نابینا در نزد ما راجستر است که اونا مطلق نابینا هستند و 500ش مربوط ولایت میشه و 3,000ش تمامش مربوط مرکز میشه. د چا روزی نشانون که هم له اسلامي امارت غواړي چې د نجونو د پاتې ښوونځیو د خلاصون په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دختران دانش آموز نابینا و دارای معلولیت بالاتر از صنف ششم یکی از بخش های مهم به شدت آسیب پذیر از اقشار جامعه افغانستان است که حتی در دوره جمهوریت توجه لازم برشان صورت نگرفته. د اسلامی امارت چارواکو او په ځانګړې توګه پوهنې وزارت په دې تړاو له نظر ورکړې ډډه وکړه او لا هم د نجونو د پاتې ښوونځیو په تړاو څه پرېکړه نه ده شوې.